سرخط خبرها دستور رئیس جمهور غنی به نظامیان کشور برای گسترش عملیاتشان در برابر داعش و طالبان تلاش ناتو بر تجهیز و تمویل نظامیان افغان برای مبارزه با تهدیدهای منطقی و واکنش های جهانی در پی حمله مرگبار دیشب در شهر نیس فرانسه با درود بر شما بینندگان مجموعه خبری و شبکه جهانی خورشید امروز جمعه 25 سرطان سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 همه جولای سال 2016 میلادی رئی جمهور کشور صبح امروز به هدف بررسی ولایت های شرقی کشور به ننگرهار سفر کرد حاقای غنی در هنگام سفرش به قل اردوی 201 سیلاب به مقام های امنیتی دستور داد که تا دا یک هفته ی دیگر بر ضد گروه داعش جدی عمل کنند و آنان را هرچه زودتر نابود کنند رئیس جمهور کشور همچنان گفته است که مخالفان و و مسلح دولت راه جنگ را نه بل راه صلح را در پیش گیرند رئیس جمهور غنی صبح امروز به هدف بررسی وضعیت امنیتی ولایت های شرق کشور با وزیران دفاع و داخله و شماری از مقام دولتی به ولایت ننگرهار سفر کرد و در جریان سفرش به این ولایت در مورد اوضاع امنیتی زون شرق کشور با مقام امنیتی نیز گفتگو کرده است که از همه دنیا پیغام واضح و دشمنه افغانستان داده که در میدان جنگ غالب شده نمیتانید تنها را رای مذاکرات سیاسی <applause> چی؟ با افغان بار واسه داشته که شکست رئیس جمهور کشور همچنان بر نابودی گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت تاکید ورزیده و گفته است جامعه جهانی به مخالفان مسلح دولت افغانستان پیام واضح داده است که از طریق جنگ هرگز موفق نخواهید شد بل باید راه صلح را در پیش گیرید جنگ ما جنگ داخلی نیست هر کسی جنگ جنگ داخلی بگه اشتباه جنگ جنگ منطقه‌ای است جنگ جنگ بین‌المللی است دایی شمعی گفت چی کار کنم را را شریک ده غرمی که را شریک ده چه شراکت را سر ده چه دعوالی را سر, سر ده لامده جنا در قیلان که اون چه براتون تا سه اتل کل وردود سیلا ده دایش بیخ اوی شبه ختمه رئیس جمهور کشور به افسران و سربازان قلوردوی 201 سیلاب همچنان تعهد سپرد که شمار نظامیان افغان از 355 هزار تن کم نخواهد شد. آقای غنی همچنان به اعضای خانواده سربازانی که در دروازه ترخم شهید شدند وعده داد که آنان را هرگز فراموش نخواهد کرد. در نتیجه سربازی شما، در نتیجه فداکاری شما، جهان با یک آواز، با یک صدا، با یک اجماع و قوت همکاری خود را برای سه سال آینده برای تقوی تجهیز تمویل و همکاری با خواهی امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کرد اطمینان داشته باشید که در سه و هزار تشکیل خواهی و دفاعی افغانستان یک نفر کم رئیس جمهور غنی در حال به ننگرهار سفر کرده است که در یک ماه پسین این ولایت گاه گاه شاهد درگیری های شدید نظامیان امنیتی افغان با مخالفان مسلح دولت و گروه دایش بوده است. پاکستان هنوز هم به گونه مستقیم در تلاش نام کردن افغانستان است. وزارت دفاع و داخلی کشور پاکستان را لانه امن حراس افکنان دانست و می گویند که بیشترین جنگجویان شروشی که در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگن پاکستانی هستند. نیروهای مسلح کشور درگیر با جنگجویان خارجی دیری است که نظامیان کشور در کنار رزمیدن با جنگجویان القاعده حقانی طالبان و داعش با جنگجویان گروه های شورشی عرب تاجک، ازبیک چچین اغور پنجاب و پاکستانی نیز می جنگند در ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار از هر ده نفر شش نفر هفت نفر شخن خارجی بودند خصوصا مردم اورگزی که او طرف خط در پاکستان بودن اونا می آمدن همراهشان اشتراک میکردند، در جنگ اشتراک داشتن امیتور طور در تمام ولایت افغانستان این اشتراک دارن گفته می شود بیشترین این جنگجویان از سوی پاکستان تمویل می شوند این اقدام را مشاهده نکردیم که لانه های اصلی تروریزم در خاک پاکستان از بین بره با تاسف شبکه حقانی القاعده و ده ها شبکه توریستی که در پاکستان فعالیت داره باعث درد سر برای تمام دنیا شده اما نیروهای مسلح کشور توانستند تا تمامی این جنگجویان را زمین گیر کنند قوی مسلح ما بر شما اطمینان میتیم که با هیچ گروه توریستی من جمله داعش خصوصا در, در ردیف اول داعش القاعده طالب و گروه حقانی اینا گروه های تروریستی سر که در افغانستان امنیت بر هم میزنه و مسئله افغانستان متحد است را اجازه نمیدن دشمن در در جبهه سرکوب کردیم جنگ های را که از دو ماه به طرف منام عملیات و مری آغاز کرده بودند در اکثریت نقاط اینا از بین رفتند. خواست ها بر این است که جامعه جهانی به ویژه امریکا پاکستان را در فهرست کشورهای حامی حراس افغان جا داده و پشتیبانیشان را از این کشور قطع نمایند. در صورت که بالای پاکستان آنقدر فشار بیاره که مراکز عمده تروریسم در پاکستان خشک بشه ده صورت میشه. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور نیست دیروز دولت پاکستان را بزرگترین حامی حراس افغانان در جهان دانسته و گفته بود که این کشور از حراس افغانان جهانی برای رسیدن به اهدافش در منطقه و جهان استفاده می میکند طالبان برای حراس افکنان منطقی و جهانی لانه امن فراهم می کند تا در افغانستان جای پا, پا پیدا کنند. سخنگوی ماموریت پشتبانی قاطعی در کشور باورمند است که سرازیر شدن حراس افکنان منطقی و جهانی در افغانستان برمی گردد به حسن نیت طالبان به این گروه ها. این جنرال امریکایی تاکید می که تمرکز اصلیشان تقویت نیروهای امنیتی کشور است تا در برابر تهدیدهای منطقی و جهانی مقتدرانه بیستند. از زیر زمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای دفاع مستقلانه پرورش یافتند. حالا نیز در اوج نبرد با حراس افغانان منطقه و جهان به تنهایی روی روی می باورها بر این است که حالای نیروها به سرعت در حال پیشرفتند و توانایی های زیادی پیدا کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سرعت در حال پیشرفت هستند. ایجاد نهادهای امنیتی با ثبات کار دشوار است، اما افغانها این کار را به سادگی انجام می دهند. تمرکز ما برای پیروزی در یک شب و یا هم یک ماه آینده نیست، بل تلاش داریم این نیروها با ثبات بمانند و ظرفیت رویارویی با تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی را پیدا کنند. بگونه شگفت انگیز نبرد کنونی در افغانستان به استخبارات منطقه و جهان رب داده می شود جنرال کلیولند پیشنهاد می کند برای حل این بحران باید راهکارهای منطقه جست و جو شود نبرد کنونی بیشترین جنبه های استخباراتی را دارد اما موضوع نگران کننده این که در یک روز 6 تا 8 گروه حراس افغان در داخل و بیرون افغانستان عملیات می کنند این گروه ها می خواهند لانه هایشان در افغانستان و پاکستان را ایجاد کنند تا خشونتشان را به دیگر بخش های جهان توسعه ده دهند مهمترین نگرانی این است که طالبان برای گروه های حراس افغان منطقه و جهان لانه امن فراهم می کنند کلیولند در مورد فشار بر پاکستان می گوید جنرال نیکلسن تلاش دارد تا روابط کابل اسلام آباد را دولت محور بسازد وی می افزاید که ماموریت آنان تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است هدف مأموریت ما تقویت بیشتر نیروهای امنیتی این کشور است تا مرزها و مردمشان را مسئول نگه دارند در نهایت هدف ما این است که نهادهای امنیتی این کشور از لحاظ رهبری و تکتیکی قدرتمندتر از گذشته باشند بر بنیاد نظامیان افغانستان در وضعیت کنونی توانی های به حد در نبرد با حراس افغانی دریافتند این نیروها حالا بیشترین عملیات ها را مستقلانه را اندازی می کنند و افزون بر روی روی با طالبان در برابر دایش نیز می رزمند. سیاستگران منطقه و عامل افرادگرایی که مانع عادی شدن روابط کشورها می شود را باید ریشکن نماید. سفیر هند در کابل با نگرانی از پشتیبانی پاکستان از گروه های افرادگرا می گوید هیچ کشور نمی تواند همزمان با گروه حراس افغانی بجنگد در حالی که از گروه دیگری پشتیبانی می کند. این سیاستگر هندی می افزاید که روابط کابل دهلی جدید مرز ندارد و آنان نمی خواهد برنامه ها و افکارشان را بر حکومت وحدت ملی تحمیل کنند. پشتیبانی پاکستان از گروه های نیابتی برای دفاع از منافع آنان در افغانستان خشم هند را برانگیخته است. سفیر هند در کابل از راه برد دوگانه اسلام آباد در قبال هر و انتقاد می کند. No کشورهایی که در نبرد با هر و قرار دارد نمیتواند تفکیک میان حراس افغان خوب و بد قائل شود. همیشه گفته ایم حراس افغانان تفکر مشترک نفرت و خشونت را دارند. شما همزمان نمیتوانید گروه حراس افغانی را نابود کنید در حالی که از گروه پشتیبانی می کنید. نیاز است تا گروه های افراطی از سوی هر حکومت نابود شود این سیاستگر هندی میگوید کشورها نمی توانند همسایه هایشان را برگزینند اما مدیریت روابط و زندگی در منطقه به دست سیاستگران این کشور هاست آرزو داریم که حس خوبی ها زنده شود و عناصر افرادگرایی که نمیخواهند خواهند روابط با همسایه های به حالت عادی برگردد. آرزو داریم این عوامل زمان تغییر کند. آنان که راهبرد و کنونی را در پیش گرفتند باید از خرد استفاده کنند. زیرا آنان خشونت در منطقه را افزایش داده است. آرزو داریم روز شاهد روایت تغییری یافته در منطقه باشیم. من پرید ویبرا می گوید روابط افغانستان به هند مرز ندارد و هرانچه کابل بخواهد دهلی در حد توانش انجام خواهد داد. روابط ما بیشتر مدنی است. میل طبیعی در روابط دو جانبه کابل دهلی وجود دارد. ما تا مرز آسمان به روابط مشترک خود اهمیت می دهیم و با هم کار خواهیم کرد. ما به ادامه کمک های خود از هر راه ممکن کار می گیریم. آنچه شما بخواهید، هند انجام خواهد داد. دهلی نمی خواهد افکار و برنامه هایش را بالای کابل تحمیل کند. این سیاستگر هندی در کابل می افضاید گزینه های سیاسی می تواند بحران کنونی در منطقه جنوب آسیا را برطرف کند. اما باورها بران است که روابط اسلام آباد با هر افغانان اکنون سبب ایجاد فاصله ها میان پاکستان و جامعه جهانی شده است و اگر این سیاست در منطقه ادامه یابد احتمالا که اسلام آباد به انزوا کشانده شود. مجلس نمایندگان نتوانست از کارکرد حکومت که از عمدهترین کارهایش نظارت کند. شماری از اعضای این مجلس با بیان این مطلب می افزایند که به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ دموکراسی در کشور شورای ملی نتوانسته تا به این مسئله رسیدگی نماید با این حال هیئت اداری مجلس نمایندگان گوید تحقیق و بررسی دقیق اسناد تقنینی سبب کندی در قانونگذاری از سوی مجلس نمایندگان در فصل کاری روان این مجلس شده است اما وی نیز از کارکرد صد درصد این مجلس رضایت ندارد نمایندگان در مجلس از مردم گزینش میشوند و این نمایندگان می توانند بر همه کارهای قوی مجریه نظارت داشته و با شیوه های فراخانی و استیزای وزیران و تشکیل کمیسون های تحقیقاتی کارهای نظارتی را انجام دهند اما شماره از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که بنابر نهادینه نشدن فرهنگ دموکراسی به گونه درست در کشور مجلس نمایندگان نتوانسته است تا از عملکرد حکومت به گونه کلی نظارت داشته باشد در قسمت نظارت هم از عمل کرده مجریه در میان دو قوه متاسفانه متاسفانه به دلیل نهادینه نشدنی فرهنگی دموکراسی در افغانستان یک سلسله مشکلات ها به وجود آمده چرا پارلمان در تمام کشورها یک محور است در افغانستان پارلمان یک محور نیست افرادی که رای داده شد در این فصل هیچ کدام شرایط مادی افتادوی قانون اساسی را نداشتند بنابراین در عمل متاسفانه نه تنها ما زر مرهم نگذاشتیم روی زخم مردم بلکه خروارها نمک پوشید. با این حال برخ دیگر آنان کمکاری کمیسون ها و غیرازری شمال از اعضای مجلس نمایندگان را از معازل آمده این مجلس می دانند. خو امیدوار هم چې پاینده کې دا مشکلات د پایټه کې شو او د حل لارو پیدا داری پر وکي فشار راوي او ناګو چې باید قانون باید نصاب در همین حال عیت اداری مجلس نمایندگان میگوید چالش های بیشتر فراراه کار مجلس نمایندگان بوده و با آن هم این مجلس توانسته است که در فصل روان کاریش در زمینه قانونگذاری نسبتا خوب عمل کند ما 100 درصد راضی نیستیم که مثلا کلم روند که ما در داریم 100 درصد جوابگو است ما میتونیم مورد قناعت ما باشه ما کاستی های خود داریم در شک نیست که در بعضی کمیسیون ها کار سرعت میگیره ما یک مشکل تاجی که یک تعداد غیر وجود داره و کمکاری که هست ما را رد نمی کنیم در پالیز با آن هم در حدود 70 80 روند جوان قانونگذار یک روند عادی خود میپیماند با این همه اعضای مجلس نمایندگان توانستند که از 15 ماه هوت سال گذشته تا اکنون 11 سند تقنینی را تصویب، دو سند تقنینی را رد، نه موافقت نامه های جهانی را تصدیق و به دو نامزد ریاست های عمومی و دو نامزد وزیر و یک عضو دادگاه عالی رأی اعتماد بدهند و نیز 11 نشست استجوابیه و دو نشست استماعیه و دو نشست استیحزاهیه داشته باشند. و در کنار این همه چهار آگاهی نامه را در پیوند بر رویدادهای گوناگون که در کشور انجام شده است صادر نمایند. بزرگان قومی علما و شمار دیگری از بزرگان در تخار از والی این ولایت سپاسگزاری کردند این بزرگان قومی و علمای تخار محمد یاسین زیا والی این ولایت را به حیث شایسته ترین والی در یک دهه گذشته اعلام کردند از سوی دیگر والی تخار تعهد سپرد که در مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر جدی عمل می کند صبح امروز بزرگان قومی، علما و نمایندگان مردم در شورای ولایتی تخار از کارکردهای محمد یاسین زیا والی این ولایت با دادن ستایش نامه تقدیر کردند. آنان از والی تخار به حیث شایسته ولی والی در یک دهه پسین در این ولایت یاد کردند. در حضور مجلس تقدیرش میکنه و در غیابش هم دعا میکنه. مردم تخار، انوازی که دعا شما هست، ممنون شما هست، در پری شما هست. از سوی دیگر اسمت الله قربانی نماینده مردم در شورای ولایتی و رئیس کمیسیون شهری تخار میگوید والی تخار برای تامین امنیت این ولایت گام های جدی را برداشته است ما در همچون شرایطی شما را به این والی این خود شاهدش بوده به تخار کامده و اون چی که شما گفتیم دقیقا همش بجا و راست است که ما تخار بوده با این حال محمد یاسین زیا والی تخار یک بار دیگر برای مردم این ولایت تعهد سپرد که در برابر فساد اداری، قاچاق و مواد مخدر و افراد مسلح غیر مسئول مبارزه می کند. جنگ است که استاد نمیشه آخرین جنگ در برابر فساد است. انواع فساد. محمد یاسین زیا نزدیک به هشت ماه پیش به حیث والی تخار معرفی شد و به باور مردم این ولایت وی توانسته است کارهای بزرگی در برابر فساد اداری ناامنی و قاچاق مواد مخدر انجام دهد. خبرهای جهان را بر از وقفه کوتا دنبال کنید. باز هم خوش آمدید حمله مرگبار دیشب بر باشندگان فرانسه در شهر نیس این کشور واکنش های گسترده بین المللی را برانگیخته است شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را وحشتناک و بزدلانه توصیف کرده و رهبران کشورهای جهان نیز پیام های همدردی را با مردم فرانسه شریک ساختن. بیشتر شر در گزارش دیروز چهاردهم جولای مصادف بود با روز جشن ملی فرانسه اما این جشن در شهر نیز به اعضای عمومی برای مردم این کشور مبدل شد حمله عراس افغانانه دیشب با واکنش خشمین جامعه جهانی روبری شده است در یازدهمین نشست رهبران آسیا اروپا در مغولستان شرکت کنندگان به یاد قربانیان این حادثه یک دقیقه سکوت کردند انگلا مرکل نخست وزیر آلمان دونالد توسک رئیس شورای اروپا جولیا بشاپ وزیر خارجه استرالیا که در این نشست اشتراک داشتند حمله حراس در فرانسه را به شدت نکوهش کردند پس از این حمله فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه آن را اقدام حراس خواند و بر اراده جدی کشور برای مبارزه با حراس افغانی تاکید کرد. او افزود که فرانسه هراس افکنان را در مخفیگاه هایشان آماش قرار خواهد داد. در جریان حمله راننده موتر لاری که عضو گروه موسوم به دولت اسلامی بوده است، بر شرکت کنندگان در جشن ملی فرانسه در شهر نیز دست کم 84 نفر کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها فرد مهاجم مسافت حدود دو کیلومتر را با لاری تای کرد و افراد روی جاده را زیر موتر کرد و سپس به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد. هزاران باشنده شهر بغداد پایتخت عراق امروز به خیابانهای این شهر ریختن و بر ضد فساد در حکومت و موجودیت فرقه‌گرایی شعار دادن این معترضان که به درخواست مقتدا الصدر روحانی پرنفوذ شیعه مذهب عراق راه پیمایی می با تجمع در میدان تحریر بغداد خواهان آوردن اصلاحات در اداره های دولتی شدند مقتدا الصدر نیز در سخنان خواهان مجازات تمام افراد و مقامهای آلوده به فساد در این کشور شد بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان بی آمریکا گفته است که روسیه هرگز با او درباره کنارگیری از قدرت حرفی نزده است در این گفتگو آقای اسد گفته است که ها حتی یک کلمه هم با او در این باره حرف نزده اند رئیس جمهور سوریه گفته است که تنها مردم سوریه در این باره حق تصمیم گیری دارند آمریکا و شماری از کشورهای غربی میگویند که آقای اسد باید از قدرت در سوریه کنار برود اما روسیه و ایران که مهمترین حامیان او میباشند مخالف این امر هستند بعد از وقفه خبرهای اقتصادی را دنبال کنید کمبود برق برای صنعتکاران بزرگترین چالش فراروی رشد صنایع در افغانستان می باشد. مسئولان انجمن صنایع افغانستان می گویند در حال حاضر کمبود برق با بهای ارزان برای صنعتکاران، بازرگانان و کارخانه های تولیدی کشور سبب شده تا آنان توان رقابت را با فراورده های تولیدی کشورهای همسایه از دست دهند. به گفته این کارخانه داران در چند سال پسین بنابر کمبود برق صدها کارخانه تولیدی در کشور از فعالیت باز مانده است. وابستگی افغانستان به برق وارداتی کشورهای همسایه یکان عامل بنیادی کاهش ایجاد کارخانه های تولیدی در کشور دانسته می شود گفتنی است متکی بودن افغانستان به برق وارداتی سبب شده است تا با ایجاد صنایع و کارخانه های تولیدی در چند سال پسین کمتر توجه شود صاحبان صنایع کشور نبود برق کافی و بلند بودن بهای آن را برای صنعتکاران و بازرگانان در وضعیت کنونی کشور عامل بنیادی کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه از افغانستان میدانند. اکثر اکثر فابریکی سقوط به حالت کردی. او ما تقریبا شپک ساعته یا بعضی وخت برکونه به هم په دې په منځ کې واک فرازي این کارخانه داران تاکید می‌ورسند که اگر حکومت در سالهای گذشته توجه بیشتر به تولید فرآورده‌های داخلی می‌کرد امروز سرمایه گزاری ها در بخش صنایع به ده هزار کارخانه تولیدی افزایش می‌یافت آل ما می‌فهمیم اگر از مو فرصت ما استفاده می‌کردیم توان خرید کاملا کته افغان‌ها موجود بود پول موجود بود آل پابریکات ما به عوض سی به می رسید اما مسئولان شرکت برشنا نبود برخواد تنها عامل بسته شدن شمار از کارخانه های تولیدی در کشور نمی بر این نهاد نبود دسترسی سرمایه را به زمین و خریداری مواد خام را به بهای بلند از کشورهای همسایه از بزرگترین چالش های فراروی سندکاران در کشور می داند. اینا کرایه می اینا معاش مامورین خودم می اینا جنس می خرند کل که جمع کنین شاید بر دو فیصد یا فیصد تمام مصارف به گفته صنعتکاران در چند سال پسی نهادهای زیرفت اقتصادی نزدیک به سیر راهکار تشویقی سرمایه گذاری را تر کردند اما این راهکارها تنها برای کاغذ باقی مانده است که این مسئله شما را زیاد از سرمایه گذاران را از آیندهشان نگران ساخته است و شرکت آشنا موبایل دو مدل جدید هوشمند را امروز در کابل معرفی کرد مسئولان این شرکت میگویند موبایل های z 1 و m 8 تا یک ماه دیگر به دست مشتریان قرار خواهد گرفت در این حال برخی از اعضای شورای ملی با انتقاد از حکومت میگویند که تا اکنون سرمایه گذاران به گونه لازم حمایت نشده است شرکت آشنا موبایل که از یک سال به این سو در کشور آغاز به فعالیت کرده است تا اکنون بیش از 30 مدل موبایل را به شهروندان کشور پیشکش کرده است مصالحانه نهاد از ورده ته وسایل فنی با کیفیت به کشور خبر میدهت او اس پیشکشې دو مدل موبایل هوشمند جدیدش په زودی خبر میدهت کله چې دا غرواله داشنا موبایل کمپنۍ له اساسيي او بل سټیزو مخه څه خاډه او پر همدې اصل د پورا باور په لورو لسره خپل هوادوانو ته داړ ورکوه چې د با کیفیت او ګرځ د نوی او ماډرن ټلیفونونو تولید او ورادولو په پورا صداقات او ریښتین ولې سره دوام ورکو چې دا د په همدی لړکی خپل دوا تازه او په نوي ټکنالوژي سمبال لاسي موبایلونه درپاره کوم داسنه جدید ام 8 و زیتوان ار بدون شکه متفاوض تر از تولیداتې قبلیې ما بوده وانه دارای ویژگی‌های فوق العاده خاص و بارز میباشد از سوی دیگر برخی از صنعتوران بر استفاده از تولیدات داخلی تاکید می‌ورزند و پشتیبانی از تولیدات داخلی را محرک اصلی اقتصاد کشور می‌دانند. اگر حکومت می‌خواهد که با ملت خود خود نزدیک بکند و می‌خواهد که از این بدبختی که ما فعلا روان است از این جلو گیری بکنیم از نامی جلو بکنیم یگانه مهمترین راه سرمایه سرمایه‌گذار است که سرمایه‌دار جلب توجه بکند که سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری بکند که امروز جوانان ما نباید که بروند با مخالفین بپیوندند نباید که شر تاک بکند گفته نیست شرکت آشنا موبایل در اوایل سال 1394 هجری خورشیدی در کشور با لوگوی آشنا به فعالیت آغاز کرد و در بیش از ده ولایت کشور هم اکنون نمایندگی رسمی دارد. و حالا نرخ اسعار در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. چند خبر از جهان ورزش تیم ملی وشوی بانوان افغانستان در رقابت های وشو را ایران شکست خواهد کرد. شرکت خواهد کرد. در این رقابت ها ورزشکاران وشوی افغانستان، ایران، هند، پاکستان و عراق شرکت خواهد کرد و این رقابت ها زیر نام دوسی از روز نخست سلاسه ماه اصد سال جاری در جا شهر زایدان ایران برگزار خواهد شد. در این رقابت ها از افغانستان شش ملی پوش بانو همراه با یک مربی و یک هیئت، بروز روز چهارشنبه هفته ی آینده کابل را به قصد ایران ترک خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین بازی یک روزه در برابر تیم ملی ایرلند شکست خورد ملی پوشان کرکت کشور نخست بازی را آغاز کردن و در 49 آور با از تصادن تمامی بازیکنان خود 237 دوش شابرای تیم حریف هدف تاین تا نمودن ملی پوشان ایرلند در آور 47 با از سادن چهار بازی کن هدف داده شده را, را پوره کرده و تیم ملی کشور را شکست داد گفته که ملی پوشان کرکت کشور پنج بازی یک روزه را با میزبانی ایرلند خواهد داشت که بازی نخست این رقابت ها و اثر ریزش باران زیاد متوقف شد و سرانجام بازی مساوی اعلام شد و در دومین بازی این رقابت ها ملی پوشان کرکت کشور پیروز شده بودند. و در پایان تیم ملی آرژانتین جایگاه خود را به عنوان تیم نخست جهان حفظ کرد در تازه ترین ردبندی که از فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال به نشر رسیده است دیده می شود که تیم ملی آرژانتین پس از برگزاری رقابت های بین المللی فوتبال از جمله یورو 2016 کوپا آمریکا و جام او اف آرژانتین با کسب 1585 امتیاز همچنان در صدر جدول رنکینگ فیفا قرار گرفته است چیلی تیمی که آرژانتین را در فینال رقابت های کوپا آمریکا شکست داده بود با کسب 1316 امتیاز در رده پنجم جدول ایستاده است با پیشکش چگونگی وضعیت هوا و سرویس خبر این ساعت در همین جا با پایان رسید از حضورتان سپاسگزارم خدا نگهدار